خب خانم خاکیشیان، من نمیخوام یه موقعی فامیل شما رو اشتباه بگم و همین دلیل زیاد صداتون نمی کنم. با هم دیگه در مورد پرژن اوارد صحبت کردیم، براتون توضیح دادم که ما اولین و بزرگترین جایزه مستقل و بین المللی هنرمندان ایرانی در سراسر دنیا هستیم. نظر شما راجع به این جایزه چیه؟ داوراش، خود جایزه؟ واقعیتش اینه که یه همچین کاری کار خوبیه، منتها تجربه ما توی 100 سال ادبیات، 100 سال شمسی، 10 داستان فارسی، کمپینی که تازه به اتمامش رسوندیم، این بود که مواضع مختلف نسبت به هر گونه جایزه وجود داره. یه سری آدما میگن که کلن جایزه دادن به چیزهایی که کیفی و معنویان کار بدی و ما بهش اعتقاد نداریم. یه سری آدم ها میگن که شاخصهایی که میخوای برای این کار مثلا طراحی کنی، شاخصهاش مثلا باید مبتنی بر من چه میدونم شایستگی باشه یا مبتنی بر کثرت مخاطب باشه. خیلی تنوع دیدگاه توش زیاد بود و چیزی که ما حالا انتخاب کردیم توی کار خودمون و حالا یه موفقیت یا شکست نسبی داشت، من میتونم اینو شرح بدم، ولی در مورد اینکه خب حالا بقیه دوستان چگونه میاندیشن و چگونه عمل میکنن نمیتونم خیلی نظر بدم چون نمیشناسم. کاری که ما انجام دادیم به این شکل بود که اومدیم گفتیم که توی این 100 سال خب یک تعداد زیادی آدم ظهور کردن در عرصه های مختلف به ادبی منهای شعر. ما اصلا شعر رو وارد نکردیم چون فکر میکنیم شعر خودش به تنهایی حجم زیادی کار میطلبه و چون شعر خیلی قوی تر از نثر تو فارسی، لازمه که ما به نثر بپردازیم چون نیاز داریم نثر هم قوی بشه. در نتیجه اپروچ ما به این شکل بود که بگیم که حد اکثر کتاب‌هایی رو که وجود داشتن طی این 100 سال بیاید اول اصلا نامشون ببریم و خیلی جذاب بود اتفاقا این بخش چون خیلی از کتاب‌ها توی این تاریخ 100 ساله که خیلی هم طولانی نیست گم شدن، یعنی مثلا یه بار یا یه تیراژی چاپ شدن و دیگه از نویسنده یا از اون کتاب خیلی اثری نیست. بعضی وقتا حتی این کتاب ها کتاب های خوبی هم هستن اتفاقا و این اتفاقا همون مطلب ها عجیب تر میکنه. بعد که این حد اکثر کتاب ها رو شروع کردیم جمع کردن، تحریریه ما نشستن و گفتن خب بیاین ببینیم که اینها کدوماشون از منظر نقد ادبی شایان توجه هم که حجم زیادی کتاب شد. بعد این حجم زیادی کتاب رو ما شروع کردیم مثلا فرض کنیم حدود فکر میکنم 400 تا کتاب شد. شاید عدد رو من درست نگم ها چون کلن آدم حضور ذهن، یعنی عدد حضور ذهن عددی خوب نیست. اینا رو شروع کردیم به بعد یه نامه هم تهیه کردیم و گفتیم هدفمون چیه. گفتیم هدفمون اینه که به خواننده ها، میدونین اولین برخورد 99% آدم ها وقتی میگین که کتاب ادبیات فارسی مثلا میخونی یا نه، اولین برخوردشون معمولا کتاب های قدیمیه مثل شاهنامه، نمیدونم کتابای خیلی فاخر و خوبی ما داریم، مولوی، نمیدونم حافظ، سعدی، منتها ما خب به ارزش اونها که همه واقف هستیم، ما میخوایم ببینیم که توی این دوره جدید، توی این توسعه ای که با چاپ اومده به ایران، همه آدم ها دسترسی پیدا کردن به کتاب یا حداقل فکر میکنیم میتونن دسترسی داشته باشن به کتاب، الان چه اتفاقی افتاده؟ اینو میخواییم بررسی کنیم.
در نتیجه همه این اهداف رو ما شرح دادیم و شروع کردیم با همه نویسندگانی که میتونستیم در ارتباط باشیم این نامه رو بهشون داد. چیزی که اتفاق افتاد یه سری گفتن که ما به هیچ عنوان نمیتونیم اینا رو اولویت بندی کنیم، برامون یه کار مسئولانه سختیه که درست کردن خطکشش برامون خیلی سخته، مخصوصا در بخشی که نویسنده ها در قید حیات. در نتیجه عده زیادی به ما پاسخ ندادن، یعنی از مثلا ما شاید به 300 تا نویسنده مرتبط شدیم، از بین اینا فکر کنم تونستیم از حالا توی سایت هست فکر میکنم مثلا 50 60 نفر 70 نفر پاسخ دادن. پس کلن ایجاد کردن این گونه شاخص ها کاریه که به نظرم کسی باید انجام بده که علوم اجتماعی قوی داشته باشه و ادبیات خوب بدونه، یعنی هم ادبیات رو بشناسه هم علوم اجتماعی و رفتار اجتماعی آدم ها رو بتونه تحلیل کنه. تحلیل ما اینجوری بود که آدم هایی که یا خیلی آدم های پخته شده ای هستن و حاضرن از مواضع جزئی و اختلاف های جزئی بگذرن پاسخ دادن، یا آدم هایی که جوونن و قادرن انعطاف به خرج بدن. اون آدم های وسط خیلی مواضعشون سخت بود و اصلا پاسخ نمی دادن. بعد که رفتیم سراغ عموم مردم، اتفاقا برای عموم مردم اتفاقی که برامون افتاد این بود که عموم مردم برایشون خیلی سخت بود که بیان پاسخ بدن، چون میگفتن که این چیزایی رو که ما دوست داریم اصلا تو لیست شما نیست. مثلا بعد ما میگفتیم شما چیا دوست دارین، 90% میگفتن که ما ادبیات ایرانی رو ادبیات غم و غصه و گریه میدونیم، اصلا دلمون نمیخواد بخونیم، دوست داریم که ادبیات خارجی بخونیم یا ادبیات طنز بخونیم. و در نتیجه اتفاقا با وجود این که متخصصین و حرفه‌ای ها باهاشون گفتگو کار راحتی نبود، ولی با عموم مردم گفتگو از اون هم سخت‌تر بود. همون میرسیم به این قسمت که ما داریم توی پرژن اوورز میزگرد داریم برای به خصوص داستان نویسا در مورد اینکه چرا مخاطبین ترجمه رو به تألیف ترجیح میدن. حالا این حرف شما یه صحه‌ای بر این اتفاقه که چرا، حالا چراشو باید پیدا کنیم ولی ترجمه رو به تألیف ترجیح میدن. و این هر چقدر میاد تو سنای کوچیکتر شدیدتر میشه. بله حتما، ما شما رو دعوت میکنیم توی یکی از اون میزگردا که نظرتون رو بگیم، به هر حال مطمئنم که نظرات دلنشینی خواهید داشت و سازنده لزومن فقط این. خب شما خودتون رأی اکادمیک گفتین، رأی مردمی رو هم گفتین، اصلا من دیگه احتیاج نداره سوال رأی اکادمیک و رأی مردمی رو بکنم. هیچ نظر خاصی نسبت به این گروه اکادمیکی که باید رأی بدن دارید؟ من پیشنهاد میکنم که تو رأی آکادمیک فقط نویسنده ها رو دعوت نکنیم، یعنی ما خودمون ویراستار معروف اگه بود، مترجم معروف اگه بود، حتی نشرهایی که نشرهای متفکر هستن، یعنی استراتژی دارن برای نشرشون، برای اینکه چه کتابهایی رو نشر بکنن، ما سعی کنیم همه این دوستان رو گرد بیاریم، حتی مثلا ممکنه منتقدها رو گرد آوردیم، حتی ممکنه سینماگرها رو گرد آوردیم. فکر میکنم این چه خوبی داره، چون ما ادبیاتمون خیلی چیزها میزاید، مثلا سینما میزاید، مثلا تئاتر میزاید، مثلا روزنامه میزاید، در نتیجه فکر میکنم مهم باشه که این دوستان رو هم آدم گرد بیاره. خیلی هم عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون، بسیار خوب و جامع.